درود بر شما. میخوام یک موضوع ساده ولی خیلی مهم رو با هم بررسی کنیم. اونم علامت نقطه روی شماتیک ترانسفورماتورها هست. غالبا وقتی سیمپیچ ترانسفورماتور رو میکشن، یک علامت نقطه هم کنار اون قرار میدن. شاید این نقطه اصلا هیچ مفهومی نداشته باشه، ولی نقش خیلی مهمی داره. ما میخوایم به کمک اسیلوسکوپ عملا ببینیم این نقطه در ترانسفورماتور چه کاری انجام میده. من ابتدا شماتیک رو بکشم. اینجا رو به صورت نقطه چین میکشم که نشون میده ترانس فریت هست. غالبا یک نقطه اینجا میذارم و یک نقطه هم اینجا. به صورت توپر هم هست. میخوایم در مورد این صحبت کنیم. این علامت نقطه توی شماتیک به معنای قطبیت یا فازه. این به ما نشون میده که سیمپیچ اولیه با سیمپیچ ثانویه چجوری به هم مرتبطن. وقتی جریان در سیمپیچ اولیه حرکت میکنه و در جهت مشخصی داره میره، مثلا در جهت این نقطه به این سمت، همونجور که در اینجا مثبته، در سیمپیچ ثانویه هم در اینجا میشه مثبت. ما میگیم ولتاژ هم فازه. یعنی چی؟ یعنی این نقطه داره به ما نشون میده که دو سمت ترانسفورماتور چه زمانی جریان مثبت و منفی داریم. یه مثالی براتون میزنم. فرض میکنیم که سیمپیچ اولیه شبیه یک دریا هست. ما یه قایق کوچیک اینجا داریم. وقتی جریان وارد سیمپیچ اولیه میشه، موجهایی که در اینجا ایجاد میکنه باعث میشه این قایق به سمت بالا و پایین بره. یعنی روی موج سوار میشه، میره بالا و میاد پایین. هر بار که این قایق روی موج قرار بگیره، ما اونجا رو میگیم مثبت. و هر موقع این قایق بیاد انتهای موج یا پایین موج قرار بگیره، ما میگیم منفی. پس بالا و پایین رفتن این قایق باعث میشه که یک ولتاژ متناوب تو سیمپیچ ثانویه ایجاد بشه. حالا این نقطه‌ای که تو اینجا قرار داره مشخص میکنه که تو چه زمانی این قایق روی بالاترین نقطه یا همون ولتاژ مثبت قرار گرفته. خب بس متوجه شدیم که وقتی جریان متناوبی وارد بشه، اگر در اینجا مثبته، ما در اینجا مثبت داریم. حالا یک مثال دیگه میزنم. فرض کنید که ما در دریا دوتا موج داریم. این یه موجه. یه موج دیگه هم در اینجا داریم. حالا اگر قله های این دوتا موج به صورت همزمان باشن، ما میگیم این دوتا موج همفازن. حالا اگر قله یک موج با انتهای یک موج دیگه به صورت همزمان اجرا بشه، ما میگیم این دوتا موج خلاف فاز هستن. حالا این نقطه‌ای که در اینجا قرار گرفته به ما کمک میکنه تا بفهمیم که ولتاژ القایی در سیمپیچ ثانویه نسبت به ولتاژ اولیه همفازه یا خلاف فازه. یک مثال دیگه میزنم. فرض کنید که ما یک صدای استوریو تو خونمون میخواییم داشته باشیم. دوتا بلندگو داریم که به آمپلیفایر رو وصل کردیم. حالا یک نکته اینجا وجود داره. سیمای بلندگو رو باید به درستی به آمپلیفایر متصل کنیم. من قبلا یک ویدیو در این موردم گذاشتم. هر بلندگویی مثل یک ترانس دارای قطب مثبت و منفیه. به این حالت. پس یکی مثبت، یکی منفی. آمپلیفایر ما هم در اینجا قرار گرفته. خروجی آمپلیفایر مثبت، منفی، مثبت، منفی. خب ما باید سیم‌های مثبت رو به مثبت بزنیم، منفی رو هم به منفی. این بلندگو رو هم باید همین کار رو بکنیم. حالا اگر ما سیم یک بلندگو رو برعکس زدیم، یعنی به جای اینکه مثبت رو به مثبت بزنیم، اومدیم مثبت رو به منفی زدیم و مثبت این یکی رو به منفی این زدیم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه صدای موسیقی همزمان رو هر دوتا پخش بشه به صورت همفاز، یکی از اینا صدا رو با فاز معکوس پخش میکنه. مثل همین، یعنی یکی در اینجاست، دیگری در اینجا. خب چه اتفاقی میفته؟ صداهای مشابه همدیگر خونسا میکنن. صدایی که ما میشنویم ضعیفه، میتونه تیزتر باشه و حتی کیفیت هم نداشته باشه. این دقیقا همون مشکلیه که تو ترانسفورماتورها ایجاد میشه وقتی فازشون معکوسه.
البته ما میدونیم جهت پیچش سیم پیچ هم خیلی در ترانسفورماتور مهمه. اگر جهت پیچش اشتباه باشه، قطبیت ولتاژ القایی هم تغییر میکنه. خب تا اینجا چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ علاوه بر قطبیت، نقطه‌ای که روی سیم پیچ در اینجا قرار داره به ما کمک میکنه تا فاز ولتاژ القایی رو در سیم پیچ ثانویه نسبت به فاز ولتاژ اولیه تعیین کنیم. این تو مدارات AC خیلی مهمه. حالا یک مثال دیگه میزنم. فرض میکنیم که ما دو تا ترانسفورماتور داریم. خب این دو تا ترانسفورماتور ماست. اینا سرای نقطه دارن. اگر من بیام سرهای نقطه دار رو به هم وصل کنم و این دو تا سرم به هم وصل کنم، اینا همه یک مثال. تو این حالت ولتاژ های خروجی هر دو تا ترانسفورماتور همدیگر رو خنثی میکنن، ولتاژ خروجی صفر. ولی اگر بیام سر نقطه دار رو به اینجا وصل کنم، یعنی به سری که نقطه نداره، به این حالت، پس یک سر نقطه دار وصل میشه به سری که نقطه نداره. حالا ولتاژ های خروجی این دوتا ترانسفورماتور با هم جمع میشن و ولتاژ خروجی بیشتری داریم. ولی در اینجا یک شرط هم هست که فاز ورودی ولتاژ ها یکسان باشه، یعنی در ارتباط بین سرهای نقطه دار و سرهایی که نقطه ندارن، چیزی که اهمیت داره فاز ولتاژ ورودیه که قرار رو اسیلوسکوپ با هم اینو ببینیم. پس اگر ما بیایم دو تا موج سینوسی به این دو تا ترانس بدیم، فرکانس یکسان، یعنی فرکانس ها مساوی باشن، ولی فاز یا همون فیز انگل متفاوت باشه، در خروجی ما نتایج متفاوتی رو میتونیم ببینیم. ولی اگر هر دو تا موجی که وارد کردیم فازشون یکسان باشه، دامنه موج خروجی افزایش پیدا میکنه. پس اگر دو تا موج در خلاف هم باشن، دامنه موج خروجی کاهش پیدا میکنه و حتی امکان داره به صفر هم برسه. حالا میخوایم عملا روی اسیلوسکوپ این موضوع رو بررسی کنیم. خب الان میخوایم همین موضوع رو روی اسیلوسکوپ بررسی کنیم. این یک ترانس فریت هست. من سرهای نقطه دار رو مشخص کردم تا وقتی داریم به صورت عملی انجام میدیم بهتر متوجه بشیم. این ورودی ترانسه. فانکشن جنراتور سیم مثبتش به این پایه وصله، سیم منفیش به این پایه. برای اینکه از این پایه ها استفاده نکنم، یه دور سیم پیچیدم دور هسته. پس میخوام از این دوتا استفاده کنم. پس ولتاژ مثبت رو سر نقطه دار وارد میشه، ولتاژ منفی رو پایه دومه. پس ما انتظار داریم طبق چیزی که یاد گرفتیم در اینجا، یعنی روی این سیم، ولتاژ مثبت و همفاز داشته باشیم. حالا ببینیم اسیلوسکوپ میتونه اینو به ما نشون بده یا نه. این ترانس هم به همین حالته. این پایه اضافه است، فقط به عنوان نگهدارنده است. پس مثبت اینجاست، منفی اینجا، سر نقطه دار ورودی در اینجا، سر نقطه دار خروجی میشه این سیم. این دوتا رو برای ارتباط میخوام، یعنی میخوام بعدا دوتا ترانس رو به هم متصل کنم. فعلا به این کاری نداره. پس من الان میخوام فانکشن جنراتور رو روشن کنم. این فانکشن جنراتور میتونه سیگنال های مختلفی رو برای ما تولید کنه. صفحش کوچیکه، شاید به خوبی دیده نشه. فرکانس 10 کیلوهرتز سینوسی، ولتاژ 5 ولت روی هر دو تا کانال. یه گزینه ای داره به اسم فیز یا همون فاز یا فیز انگل یا زاویه فاز. روی هر دو تا کانال فعلا روی صفر هستش. من پراپ اسیلوسکوپ رو به ورودی میزنم، یعنی مستقیما به فانکشن جنراتور متصل میکنم. پراپ اصلی روی قرمز یا روی مثبت، گیره سوسماری روی منفی. خب شما این شکل موج سینوسی رو دارید میبینید.
فرکانس هم 10 کیلوهرتز. الان ما انتظار داریم وقتی ولتاژ مثبت در اینجا وارد شده سر نقطه دار، این ور به ما ولتاژ مثبت بده و زاویه فازش هم درست باشه. پس من پراپ دوم رو به سر نقطه دار میزنم، منفی هم به این یکی سیم. کاملا درسته، یعنی هم فازن و سر مثبت هم درسته. حالا حرکتش میدم، پس دقیقا دوتا سیگنال یکسانه. چون تعداد دور سیم پیچ ها متفاوته، دامنه ولتاژ فرق میکنه که این برای ما اهمیتی نداره. حالا میخوام جای پراب اسیلوسکوپ رو تو بخش خروجی تعویض کنم، یعنی پراب اصلی رو به طرفی میزنم که نقطه نداره و گیره سوسماری رو میذارم رو سر نقطه دار. دقت بفرمایید، کاملا مشخصه که زاویه فاز تغییر کرده. بس تو طراحی مدارات خیلی مهمه که شما سر نقطه دار رو در نظر داشته باشید. این روی یک ترانس بود. حالا اگه ما دو تا ترانس داشته باشیم و بخوایم به هم متصل کنیم باید چیکار کنیم؟ همین موضوع رو میخوام بررسی کنم. ولی قبل از اون من تغییر فاز رو بهتون نشون بدم. روی این ترانسفورماتور سیم منفی رو اینجا میزنم، چون سر نقطه دار خروجی اینه، پس منفی رو میذارم اینجا، پراب اصلی رو اینجا. همونطور که میبینید شکل موج درسته، چون من از فانکشن جنراتور دو کاناله دارم استفاده میکنم. حالا میخوام فاز رو تغییر بدم. این مثالی که دارم میزنم درست نیست، فقط برای اینکه شما ببینید. پس الان میام فیز انگل یا زاویه فاز رو تغییر میدم. بیست، پنجاه، صد، صد و هشتاد. پس تونستم زاویه فاز رو تغییر بدم. قله در اینجاست، فرو رفتگی سیگنال دوم در اینجا. این مثال درست نیست، فقط برای تغییر فاز به شما نشون دادم. حالا میخوام دوتا ترانسفورماتور رو به هم متصل کنم. پس اول زاویه فاز رو صفر میکنم، حالا به کمک این گیری سوسماری میام سر نقطه دار این ترانس رو به سر نقطه دار این ترانس میزنم. حالا اسیلوسکوپ رو متصل میکنم. در فانکشن جنراتور زاویه فاز هر دوتا صفره، خروجی تضعیف شد چون سرهای نقطه دار به هم وصل شدن. حالا میام ارتباط رو تغییر میدم، یعنی سر نقطه دار این ترانس به این پایه میزنم که نقطه نداره. دقت بفرمایید، هم تقویت شد و هم فاز تغییر کرد. حالا اگر در یکی از ترانسفورماتورها من زاویه فاز رو تغییر بدم، دوباره هم فاز میشن. وقتی هم فاز بشن دامنه کاهش پیدا میکنه. پس الانه که اهمیت سرهای نقطه دار رو متوجه میشیم. دوباره زاویه فاز رو صفر میکنم. این گزینه روی فانکشن جنراتور شما وجود داره. حالا مثال رو ادامه میدم. دوباره سرهای نقطه دار رو به هم متصل میکنم، یعنی این دوتا ترانس سرهای نقطه دار به کمک این سیم به هم متصل. خب دامنه کاهش پیدا کرد. حالا دوباره میام زاویه فاز رو افزایش میدم. توجه بفرمایید،
الان دوباره مجموعه دو تا ترانس رو با فاز درست من در اینجا دارم. در اینجا مقیاس کم شده که اندازه یکسان نشون داده میشه. حالا اگر بیام جای قطب مثبت رو تغییر بدم، یعنی گیره سوسماری رو به اینجا متصل کنم و پراب اوسیلوسکوپ رو در اینجا، دقت بفرمایید، دوباره ما تغییر فاز رو داریم. این مطالب اصلا سخت نیستن. بس دیگه متوجه شدیم اگر ما دوتا موج سینوسی با فرکانس یکسان ولی فاز متفاوت داشته باشیم و به هم وصل بشن، با توجه به نوع اتصال ما میتونیم خروجی های مختلفی داشته باشیم. اگر این دوتا موج هم فاز باشن، دامنه خروجی افزایش داره، ولی اگر دوتا موج در خلاف فاز باشن، دامنه خروجی کاهش پیدا میکنه. خب شما که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید 100% به الکترونیک علاقه‌مندید. من تو تمام ویدیوام سعی میکنم که این مفاهیم پیچیده رو با ساده ترین حالت و با مثال براتون بگم. اگر شما این مفاهیم و اصول پایه رو ندونین، زمان زیادی رو از دست میدین. ما تو الکترونیک نمیتونیم به صورت شانسی کار کنیم، باید اطلاعات داشته باشیم و طبق اونا کار کنیم. خب اگر این ویدیو به نظر شما مفید بود، من تمام این مفاهیم پایه رو تو یک دوره به اسم مفاهیم پایه الکترونیک با ذکر مثال و به صورت عملی نشون دادم. اگر دوره رو تهیه کنید، اول به خودتون کمک کردید و بعد کمک بزرگی هم به من کردید تا من بتونم ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. تنها چیزی که به نظر من سخته شروع کاره. من فکر میکنم که این دوره به شما انگیزه رو میده که کارو شروع کنید. اصلا نترسید و نگرانم نباشید. گام به گام به جلو حرکت کنید. روزی اگه یه موضوع رو یاد بگیرید، در انتهای ماه 30 موضوع بلدید. حالا فکر کنید که تا انتهای سال چقدر میتونید یاد بگیرید. وقتی هم مفاهیم پایه رو یاد گرفتید، باید کار عملی روی مدارات رو شروع کنید. مدارات ساده. دانش و تجربه است که شما رو موفق میکنه. فقط دیدن ویدیو و رفتن از یک ویدیو به ویدیوی دیگه کمکی به شما نمیکنه. شما باید یک مسیر مشخص داشته باشید و فعلا همون مسیر رو ادامه بدید. بهتون قول میدم که از عهده‌اش برمیایید. خب اگر اولین باری که یک ویدیو دارید از من میبینید، ممنون میشم که عضو کانال من بشید تا اعلان ویدیوهای بعدی براتون ارسال بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.